سلام نواهای گلم، اگر اولین باری که ویدیو منو میبینی خیلی خوش اومدی. اگر پینیکی فامیلی هستی و از قبل سابسکرایب کردی خیلی خوش اومدی. نواهای گلم حالت چطوره؟ بیا اینجا نزدیکتر. بیا یه مشت بادوم زمینی بهت بدم، بذار تو جیبت. میخوام خوراکی های سالم بهتون بدم، بادوم زمینی، نخود کشمش. ولی خب یهو دیدی براتون پیتزا آوردم، مثلا شبا پیتزا به راهه. شبا پیتزا به راهه، بعدش هم یه چیز دیگه به راهه. خوب میشم. خلاصه نوایی گلم، سعی کنید همیشه خوراکی های سالم بخورید، به خودتون برسید، به فکر سلامتیتون باشین. مثل من نشید که الان تو این سن کمر درد گرفتم به خاطر صندلی نامناسب، موقع ادیت کردن، موقع بافتنی کردن. فکر کردی الکی اسم من شده مام بزرگ؟ اینقدر مشکلات. ببین آه، صدا رو میشنوی؟ بعدش هم هر موقع دارم بافتنی میکنم این کانوا گیر میکنه لای چرخاش، بعد مجبور میشم کانوا رو ببرم، مثلا انقدی که بد گره خورده اون داخل. پاش یه دونه غول چراغ جادو داشتم که یه دونه صندلی لاغل آرزو میکردم که با کمر درد من نشینم ادیت کنم هر سری. اه 20 میلیون پول؟ نه؟ ای غول چراغ جادو، لطفا یه صندلی خوب برام بفرست که من اینقدر کمر درد نگیرم موقع ادیت کردن، موقع بافتنی ساختن. بی زحمت صورتی هم باشه. اوکی یا خدا، بچه ها عقب بمونید نخوره تو صورتتون. یا خدا من کجام؟ 20 میلیون نه، همچنان باورم نمیشه. بالاخره مام بزرگتونم از این صندلی گیمینگ رو گرفت و ناکام نشد. خلاصه اسم من روشه. اینجا حتی بالش داره، من میتونم استراحت کنم از اونجایی که تقریبا کل شبانه روز من پشت کامپیوترمم. و اینکه از همه مهمتر صولتیه دیگه، حتی کانواهام هم گیر نمیکنه به چرخاش، چون خیلی استانداردتر و مناسبتر از صندلی قبلیمه. نیکی از کجا میتونیم این صندلی رو بگیریم و مثل تو خفن بشیم؟ این صندلی رنزو رو فروشگاه دراگن شاپ بر من فرستادن. تقریبا دو هفته میشه که خودم دارم استفاده میکنم. از لحاظ کیفیت و طراحی بدنه، آناتومی بدن انسان، ارگونومی، ارگانیک، همه چی اصلا قشنگ تخت خواب میشه. میدونی بالشم که دارم میتونم همینجا بخوابم اصلا. ای بابا، حالا کاش یه تخفیفم میدادن ما مشتری بشیم. خبر خوب این که میتونی با کد تخفیف نیکی رنزو روی این صندلی ها 500,000 تومان تخفیف بگیری. و همینطور اگه خواستین محصول دیگه ای از توی سایتشون بخرین با کد تخفیف نیکی دراگن تا 100,000 تومان بهتون تخفیف میدن. دیگه کلی براتون تخفیف گرفتم، اصلا تخفیف بارونتون کردم. لینک سایتشون رو توی دیسکریپشن میذارم، اگه دوست داشتین به سایتشون سر بزنید و از کد تخفیف نیکی رنزو و نیکی دراگن استفاده کنید. امروز که اومدم بهتون بادوم زمینی بدم یاد یه خاطره جالب افتادم. خاطره که نه، فکته یه جورایی. شاید براتون جالب باشه که فامیلی من در اصل زمینی بوده. من الانن دیگه با پروفسور سمیه هیچ نسبتی ندارم و ازتون قایم کرده بودم راستشو بخواین تو این همه سال. و دلیل اینم که فامیلیمونو بعد چند نسل عوض کردیم این بود که یکی از فامیلامون به اسم آرام زمینی رو توی مدرسه بادام زمینی صدا میکردن و این بچه خیلی ناراحت میشده، واسه همین خیلی دلیل عجیب و مسخره‌ایه. اگه بخوای اسم فامیلامو کلا برعکس کنی میشه بدی هوایی. والا بچه های اون موقع مثل الان پوسکلوف نبودن که الانو بهشون بگی بالای چشت ابروه، 4-5 تا چپ و راست کفگرگی میزنن پس کلت که کلن از ماتریکس خارج میشی. یا مثلا براشون آیفون میخری انگار لواشک خریدی براشون. خرید مرسان خانم گل آیفون 13 128 CH سفید. بچه از باز کردن اون چسبا داره بیشتر لذت میبره تا اینکه بفهمه خودمون گوشی چیه، چنده و اصلا به چه کاری میاد، جز اینکه بخوای توش انگری بردز بازی کنی مثلا یا کارتون دختر کفش دوزکی رو ببینی. حالا برعکسش کن، هیچ حرفی هم نمیزنه. باریکالله گوشی این مدلی گرفته. ای گوشی شکست. تو چی میفهمی اون گوشی چیه؟ تشکر کن، بگو مرسی. بگو مرسی آمون. اصلا رفت بر گوشی. بچه تو باغ نیست هستن، کجایی؟ الان 5 دقیقه باش بازی میکنه میندازتش کنار. هدف چیه؟ هدف این کار چیه؟ حالا میگیم باشه طرف رفته واسه بچهش خریده، طرف میره گوشی میلیاردی واسه دوست پسرش میخره. ما براشون آوردیم یه قیاس برمیان داره
سایبرتون یه قیرات برلیان برلیان تو خیابون چی میخوای دستت بگیری تلفنی صحبت کنی؟ من مثلا تو کیفم اگه 100,000 تومن تراول باشه بیرون میرم کیفم همچین سفت میچسبم قشنگ قیافم داد میزنه من پول باهامه همش میترسم یکی کیفمو بزنه الان 100,000 تومنمو برداره. خانم سهرین کدوم مدل رو بیشتر خودت دوست داشتی؟ من که خودم دوتا مدلش خیلی دوست دارم ولی چون کادو دارم میگیرم نمیدونم کدومشو دوست داشت دوتاشو گرفتم. بله؟ چون نمیدونستم کدومشو دوست داشت هر دوتاشو گرفتم میدونی؟ یکی شما همجوری باید دم دستی میذاری ولی قطعا یه دونشو واسه خودم برمیدارم. اوه پس برنامه داره. خب اوکی چی آخه شبیه نوکیا میمونه؟ اصلا چه قابلیت به خصوصی داره که بخوای میلیاردی پول بدی؟ آقا اینم میگیم باشه بعد دوست به سرش خریده طرف خونه 5 میلیاردی رو زده به نام سگش خرید خانه 5 میلیاردی برای سگی به اسم آقای چستر در تهران. آقای چستر؟ امروز سه‌شنبه 24 مرداد ما هستیم. آقای احمدی زحمت کشیدن یه آپارتمان 5 میلیاردی داخل پونک از مجموعه ما خریداری کردن. این آپارتمان هم قراردادش به نام آقای چستر ثبت شده، شناسنامه شونه و قرار آقای چستر داخل این آپارتمان زندگی کنن. آقا یه زحمت میشه آقای چستر رو بیارین قرارداد امضا کنه؟ آقای چستر میخواد بره قرارداد رو امضا کنه بچه ها. کلیدم میدن دست خود آقا چستر. بفرمایید خونتون مبارکتون باشه. نو گاد پلیز نو. من متراژ آپارتمانم 72 متر است. چون آقای احمدی و خانمشون وارث ندارن اینجا بزنن. آپارتمانو مبارک آقا چستر بدین. خانم آقای احمدی وارث ندارن؟ من چیم اینجا؟ خانم احمدی من اینجا چیکارم پس؟ آقا چستر. بله. اوکی میگه زمین. خب بذار چند دقیقه صبر کنیم دوباره. نه میگه زمین. آقا چستر به نام نامی یزدان میدونی چی خیلی دارک میشه اینکه واقعا بچه داشته باشن یا حالا وارث داشته باشن از خودشون بعد برای اینکه بخوان هرس اونا رو در بیارن زدن به اسم سگشون. به اسم سگم میذارم، به اسم تو نمیذارم. منم میخوام با آقا چستر زندگی کنم. آقای احمدی سگتم. تو عمرم فقط به سگ حسودی نکرده بودم. واقعا بعضیا نمیدونن با پولشون باید چی کار کنن. یعنی نه تنها خرید گوشی‌های میلیاردی برای دوست پسرت و سند زدن ملکت به نام هاپوت، بلکه بعد از مرگ هم ما باید همچنان تلاش کنیم بگیم من پولدارم و هر کی اومد سر قبرت حتی بفهمه که تو پولدار بودی و واسه اون سنگ قبرت هم خرج کردی. یعنی اینقدر خفنی که سنگ قبرت هم آیفونه. داداش این رجستر هم میشه؟ ببخشید سنگ قبر S23 اولترا موجود. بچه ها نمیدونم حالا این واقعیه یا کیکه. کیک بود. ولی حالا روحشون شاد باشه و اون دنیا هم بتونه رجستر بشه. مثل اینجا نباشه که ریجستر نمیشن. عشقا بعد از مدت ها پست جدید گذاشتم براتون. سلامت شما، من امسال میرم کلاس چهارم. دوشم خیلی سنگین شده. یعنی چی دوشم سنگین شده؟ کتابای امسالتون زیادتر شده؟ همینطورم آرش کنه. هم قانونی هم دفی زیر سن قانونی آرشو پاک نکنی هم دفی. بچه‌های الان کلاس 4 میرن میتونن آرش کنن؟ چرا سن همه چی داره میاد پایین‌تر؟ هم قانونی هم دفی زیر سن قانونی. تا پلند بعدی گود نایت بود نایت. تا پلند بعدی گود نایم بود نایم یعنی چی؟ اگه تو هم تا آخر دیدی متاسف شدی سلام. یعنی من روزی نمیشه که این ویدیو رو نبینم. با من آمادشیم بریم هیئت؟ با هم دیگه آمادشیم بریم هیئت. چرا باید با تو آمادشیم بریم هیئت؟ مقنعه هم پوشیدم، حالا بریم خط چشو برقلم بزنیم چون به خاطر امام حسینه زیاد درازش نکردم، اما پس پلند بعد درازش میکنم. با یه برنامه دیگه خدا نگهدارش. من الان فکر کردم اونجوریه که با من آماده شیم بریم بعد مثلا شالشو بذاره بگه فکر کردی من میخوام آرش کنم واسه این مراسم. خط چش کشیده میگه حالا کم کشیدم به خاطر اینکه دارم میرم هیئت ولی واسه پلند بعدی.
بچه‌ها فکر کنم وقتشه که اینستامون رو پاک کنیم و عرصه رو واسه این بچه‌ها باز کنیم. احساس می‌کنم جام داره تنگ میشه. یعنی این بچه اگه بزرگتر بشه و بیاد این ویدیوهای قدیمیشو نگاه کنه قطعاً افسردگی میگیره. خیلیاتون میان داخل کامنت ها میگه چرا سیبیلاتون رو نمیزنی؟ منم هنوز به سن قانونی نرسیدم. آقا من این سوال دارم، اگه هنوز به سن قانونی نرسیدی الان اینستا چیکار می‌کنی؟ میگم جامون اینجا نیست، همینه. چند شنبه ها میری سر کار؟ بریم ببینیم. ببخشی چند شنبه ها میری سر کار؟ چون جمله هاش همه نصفه هست، نمیدونستم بچه هم نمیتونن جمله هاشون رو کامل. ها حالا فهمیدم. پنجمه جمعه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، حمید، حسین، حمید، احساس کردم داره این مراسم خاصی رو انجام میده. سلامت روان من اگه فیلم بود واقعا ویدیو این بچه چرا باید بیاد تو اکسپلور؟ یعنی مام بابای تو خونه نمیگن این بچه چیکار داره میکنه؟ ولی خب بچه ها هیچ وقت نذارین که حرکت بعدیتون رو حدس بزنن. حتی گیتارم نمیزنه. محتوایی که شما دنبال میکنید نشان دهنده شخصیت شماست. طرف نمیشه داداش کمکی از من برمیاد. بنده خدا نگرانه واقعا. اصلا طبیعی نیست. گیتار برقی نبود ولی برق داشت. و بچه ها انقلابی دیگر از در 80 ها که به مرحله خواستگاری توی مهمونی رسیدن و ما هنوز درگیر اینیم که شیرکاکاو و تیتا بمون همزمان با هم تموم بشن. شرواره! شرارم ازدواج کرد و تو هنوز سینگلی. من همسن اینا بودم تو پام پلاستیک فریزر میکردم رو فرش اسکیت میرفتم. آره بچه ها خواستگاری بسته دیگه، بریم بشین سر درس و مشقتون. انگشتر مامانت هم برو بذار سر جاش. باز من که دیگه گیر داشتم هد کاش من انقلب میچستم رو دپرستم رو ویدیو کات نداره اصلا. بیرستر مد کاش من اینقدر میچستم بودم و دپرستم میچستم و اینقدر تو هواداری یا چی؟ تو دشمنی دیناموسی؟ بچه این همه تلاش کرد بگه من میچستم بودم و دپرستم بودم و چی؟ رضا پیشرو مناطق خیلی خیلی محروم. رضا پیشرو بعد این رپ نخوند. با بچه داره زحمت میکشه اینجا. با اون پنکه ناراحت در بک‌گراند. خب بچه ها دارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو دوست داشتین حتما لایکش کنید و اگر دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما سابسکرایب کن هموطن. خیلی دوستتون دارم یکی فامیلی و من شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. خدافظ. Any lover, always something great.